Bloody Mary. Bloody Mary. Never. Mary. خیلی خوب، اینم از سلام بر زیباترین و جذابترین و خوشگلترین و خوشفیسترین و خوشگلترین و خوشکلترین و زیباترین انسانهای روی کره زمین، البته به غیر از چند نفر که خیلی ازشون بدم میاد. امشب اومدیم با یه ویدیو، یا بهتر بگم با یه چالشی که یعنی ببین اصلا حس خوبی ندارم، اصلا از این کاری که قراره انجام بدم حس خوبی ندارم و اینکه خدا میدونه آخر ویدیو چه بلایی سرمون میاد، همسر من همسر شما. چالشی که توی این ویدیو قراره با هم راجع بهش صحبت کنیم، انجامش بدیم و کلی فیلم و کلی مطلب و کلی صحبت قراره توی این ویدیو با هم راجع بهش انجام بدیم، چالشی نیست جز بلادی مری که مطمئنم قطعا بیشترتون میشناسینش. من خودم خیلی وقت پیش و لوش 1.5 سال پیش ویدیو راجع به بلادی مری ساختم واسهتون و توش بهتون توضیح دادم که آره بلادی مری کیه، داستانش چیه و اینا، و لوش 7-8 ماه 9 ماه پیشم خودم با رفیقم توی خونه متروکه چالش بلادی مری رو انجام دادم، اما خب زیاد وجه جالبی نداشت، یعنی اشتباه بود احضار رویمون و اصلا کلا ویدیو جالبی نبود. و راستش هدفم از ضبط این ویدیو این نیست که بیام فیلمای تکراری که 1 سال پیش گذاشتم دوباره توی این ویدیو واسهتون تعریف کنم، خب راستش چرا، هدفم همینه. اما خب اون زمان قدیم یکم کوالیتی کار پایین بود، اجرام ضعیف بود، مثلا تحقیقام ضعیف بود و اینا، خب زیاد اون ویدیوهای اون موقع رو اگه ببینین و با الان مقایسه کنین زیاد دلنشین نیست به نظرم. و توی این ویدیو من تصمیم گرفتم یه پک کامل، یا بهتر بگم یه کیس کامل راجع به بلادی مری توی این ویدیو واسهتون آماده کنم که هم توش واسهتون توضیح بدم بلادی مری کیه، داستانش چیه و چه جوری میشه احضارش کرد، و خودم هم به شخصه میخوام چالش بلادی مری رو انجام بدم تنهایی توی خونم ساعت 12 شب به بعد، و اینکه قراره چند تا ویدیو از افرادی که چالش بلادی مری رو انجام دادن و اتفاقای وحشتناکی واسه شون افتاده ببینیم. ماجرا و داستان بلادی مری از دهه 1800 شروع میشه و توی همون دهه یه دختری با خانوادهش زندگی میکرده به اسم مری که بعدش یه ویروسی وارد شهر، کشور یا جهانشون میشه که این ویروس رفته به رفته آدم ها رو میکشته، یعنی اگه هر کی این بیماری رو مبتلا میشد رفته به رفته یا میمرد یا میرفت کما، خلاصه میمردی. بعدش مردم وقتی این بیماری رو میگرفتن و میمردن، مثلا اون زمان چون خیلی تجهیزات و اینجور چیزا نبوده، دکتر میمده نبضش رو میگرفته یا با آینه میذاشته جای دماغش ببینه آیا آینه بخار میکنه یا نه، و از این طریق میفهمیده که آیا این شخص مرده یا زنده است. و اون زمان چون تعداد مرگ و میر خیلی زیاد بوده و دکتر هم نمیتونسته درست نبض بگیره و با اون آینه کار کنه، مثلا آینه رو میذاشتن جای دماغ یارو ولی بخار نمیکرد با اینکه یارو زنده است. و این خب خیلی چیز عجیبیه، یه سوتی داره که حالا توی اون سایت چیزی نوشته، حالا لینک سایت رو حتما توی دسکریپشن میذارم اگه یادم بود حتما برین یه سر بزنید. بعد خلاصه اوضاع یه جوری پیش میرفت که دکترها شک میکردن آیا این شخص بیمار زنده است یا مرده، یعنی اصلا نمیتونستن زنده بودنشو اثبات کنن، نبض میگرفتن نمیشد، آینه میذاشتن نمیشد، گفتن خب ممکنه مرده باشه. بعد چون دو دل بودن و شک داشتن که آره آیا یاروی که اینجاست مرده یا زنده است، اونو میرفتن خاکش میکردن و میذاشتنش توی قبر، اما اون قبر رو یه جوری طراحی کردن که راه تنفسی داشته باشه که اگه یه وقت اون یارو نمرده و زنده است توی قبر خفه نشه، یعنی یه راه رد و بدل تنفسی داشته اون قبره. بعدش توی قبر و توی همون تابوت یه سوراخ ریز میکردن و یه نخ وارد تابوت میکردن و یه نخ دیگه هم بیرون تابوت و بیرون قبر بود که به یه زنگوله وصل شده بود و اون نخ هم به انگشت اون به حساب مرده وصل بود که اگه یه وقت اون مرده زنده شد با انگشتش اون نخ رو بکشه که اون زنگوله صدا کنه که اون یارو بیان و این شخص رو از قبر خارج کنه. بعدش هم این ترفنده رو زدن و همین کارم انجام دادن و واقعا هم شد، یعنی چند نفر مثلا زنده شدن و اون زنگوله رو به صدا در آوردن، وقتی رفتن اعضای خانواده دیدن این یارو زنده است سریعا از قبر خارجش کردن و دیدن اون زنده است و داره زندگیشو میکنه واسه خودش، یعنی واقعا این اتفاق افتاد. بعدش توی همون موقع یه دختر به اسم مری به این بیماری مبتلا میشه و به مرور زمان فوت میکنه. بعد وقتی دکترها میان و نبض و اون آینه رو میذارن، دکتر شک میکنه، میگه ممکنه این فوت نکرده باشه و زنده باشه، همون ترفنده رو یادتون نره که روش انجام بدین، توی قبر یه نخ وصل کنیم زنگوله و اینا که اگه یه وقت بهت خدا کنه مثلا زنده بود این کارو انجام بده و برگرده پیشتون. خانواده‌اش هم میگن اوکی باشه، حرفی نیست و از این حرفا.
بعد مری رو میذارن توی تابوت و اونو توی قبر میذارن و همون کار هم انجام میدن، یعنی زنگوله و راه تنفسی و همه این کار رو انجام میدن و مری رو خاک میکنن. بعدش چند ساعت میگذره و خانواده مری میبینن که هیچ زنگی از طرف قبر مری به گوششون نمیخوره و خیلی ناامید میشن بابت این قضیه. بعدش بین 13 الی 14 ساعت هیچ گونه صدای زنگی از طرف قبر مری به گوش خانواده مری نرسید و خانواده، یعنی اقوام خانواده مری و همسایه‌هاش، اینو اومدن گفتن این دخترتون فوت شده، بس دیگه، مرده 100%، برین قبر رو پر کنین، اون زنگوله رو بکنین که روح دخترتون در آرامش باشه. بعد پدر و مادر دو دل بودن، گفتن یکم دیگه هم وایستین شاید دخترم مثلا زنده بشه از این حرفا. بعد چند ساعت دیگه هم خانواده مری منتظر میمونن، اما بازم هیچ گونه صدای زنگی از طرف قبر مری به گوششون نمیرسه و یکی از خانواده های اقوام همین مری فوت کرده بوده و اینا بعد از اون شهر میرفتن به اون شهر دیگه، یعنی سریعا باید میرفتن. و وقتی میبینن هیچ صدای زنگی نمیاد، به همسایی ها با دو دلی میگن که آره قبر رو پر کن دیگه، دخترمون مرده و کلی گریه و کلی اشک و اینجور چیزا، و با اون خانواده رفتن به حساب سر تشییع جنازه اون قوم دیگه شون. بعد وقتی پدر و مادر مری قبر مری رو پر میکنن و از شهر خارج میشن، یه ساعت بعدش مری داخل قبر زنده میشه. وقتی زنده میشه و اون نخی که دستش رو میکشه، میبینه که اوه قبرستون بسته است و همه جا گرم و دیگه فکر کنین داخل تابوت چه حسی داره واقعا، یعنی وحشتناک واقعا. داخل قبر هیچ گونه راه نفسی نیست و هر چقدر این نخ رو میکشه هیچ صدایی نمیاد. بعدش مری با ناخوناش محکم تابوت رو میکشه بالای تابوت رو که از تابوت بیاد بیرون، اما هر چقدر تلاش میکنه فشار خاک به قدری زیاد بوده که اصلا موفق نمیشه و اینقدر با ناخوناش این تابوت رو ناخون کشیده بود که همه انگشتاش کلا پر خون شده بود. بعد یه روز پدر و مادر مری از اون تشییع جنازه و این جور چیزا که بود برمیگردن به خونه خودشون و اینم بهتون بگم که زمانی که قبر مری رو پر کرده بودن، اون زنگوله رو نخش رو نکنده بودن، یعنی زنگوله یه جا افتاده بود، روی قبر افتاده بوده، فقط قبر رو پر کردن. بعد که خانواده مری برمیگردن خونهشون و جای قبر دخترشون میرن، میبینن این زنگوله جابجا شده، یعنی عوض شده، یکم دور شده، یکم نزدیک شده، خلاصه تغییر جهت داده. بعدش پدره میگه ممکنه بادی چیزی باشه یا ممکنه سگ و گربه ای مثلا با این زنگوله بازی کرده باشه یا یکی اونو جابجا کرده باشه. بعد یهو مادر میپره وسط حرف پدرش و میگه نکنه دخترمون زنده شده باشه، نکنه این اونو تکون داده و اینجور حرفا، که پدرم یکم شک میکنه و خب یکم مخالفت میکنن و یکم شک پردازی میکنن تا اینکه تصمیم میگیرن اون قبر رو بکنن تا ببینن آیا واقعا اون زنگوله رو دخترشون تکون داده یا باد. وقتی قبر رو میکنن و تابوت رو میارن بیرون و در تابوت رو باز میکنن، با یه صحنه وحشتناکی روبرو میشن. اونا میبینن که مری توی تابوتش با یه ظاهر فوق‌العاده عذاب کشیده و وحشتناک و درد کشیده، در حالی که تمام پنجه‌های دستش پر خون شده و از شدت نفس تنگی تمام صورتش سیاه شده، کشته شده. و دوباره پدر و مادر مری از این چیزی که بود روزگارشون تلختر میشه و دخترشون زنده شده بوده توی قبر و داشته تلاش میکرده که بیاد بیرون، اما چون قبر پر شده بوده و دستاش دیگه نایی واسه پنجه زدن نداشته، از شدت بی‌نفسی کشته میشه. و اینکه الان میخواستم روش هزار روی ولادیمری هم واسه تون توضیح بدم، اما خب یکم طولانی میشه ویدیو و موقع هزار رو بهتون میگم چجوری قضیه است. و اینکه میگن چون مری زجر کشیده و به حساب توی اون قبر ناحق کشته شده، روحش در عذابه و هر کی روی ولادیمری رو جلوی آینه 3 بار تکرار کنه، ولادیمری میاد پیشش و با همون انگشتای خونی به صورت بی‌رحمانه ای شما رو یا هر کسی که این چالش رو انجام داده ناخون میکشه و دیگه کلن زندگیتون به عذاب تبدیل میشه، که خب قراره ببینیم آیا واقعیه یا الکیه. خیلی خوب، کاری که قراره انجام بدیم چیه؟ نرم افزار گوست دوپ، حس بسیار وحشتناک. اینو من اینجا میذارم فقط واسه یه چیز زاپاس. بابا بذار شروع کنیم چالش رو بیدم تقا. خیلی خواهر همه چی خاموشه، بذار این شم باید دستم باشه. خب بچه بینید الان این شم فقط دستمه. وقتی میگین بلادی مری و به حساب سه دور میچرخین، چشاتون وقتی بسته است چی؟ آخ کو ای بابا
بچو؟ بچو فهمیدین چی شد؟ فهمیدین چی شد؟ به قرآن این دور این دوربینه خب؟ بچو هم این دوربینه تو خونه درست کنم. به خدا گفت مری. به قرآن گفت مری. باورم نمیشه. این دوربین لامصب نمیدونم چی مرگش زده. گفت مری کلوزر. مری نزدیک است. باورم نمیشه. باورم نمیشه. روشن شد یه پدر سگ. هنوز بازی رو شروع نکردم بچه. هنوز بازی رو شروع نکردم. خب خیلی خوب. بلادی مری. Bloody Mary. Bloody Mary. خیلی سه بار باید بچرخیم و شم روشن کن. هیچی نگه. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. این وحشت مبتنی است دنیاست. Bloody Mary, Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary, are you here? بچه من نه اون دوربین رو میبینم نه اینو میبینم. Closer. بابا ریدا. Okay. اوکی نزدیک است. از همون موقعی که این گفت مری من از همون موقع یه چیزی افتاد تو دلم. بلادی مری. بلادی مری. بلادی مری. بروس چی؟ بروس خیلی خوب مری داد بازم همونو گفت بابا خب نه داره یه هم میگه میریزه دل آدم ها. خب لطفا اگه اینجای یه چیزی رو تکون بده. بلادی مری. بلادی مری. بلادی مری. یه سی بهم میگه باید بازی هم اینجا متوقفش کنم دیگه نمیتونم بچه هم. اوکی وقتی گفتم میخوام بازی رو متوقف کنم گفت اوکی. نزدیک بود که هم بزنم من بچه بلادی مری. بلادی مری چون نور قرمز شد. بلادی مری. بلادی مری. بلادی مری. Are you here?
این هم دیگه بچه اصلا حرف نمیزن. خیلی خب بچه من چند بار با این نورا مثل اینا یکم تغییر نور دادم اینا با اینا کار میکنه یا نه. اگه کار نکرد که خب هیچی دیگه، اگه کار کرد چیزی بود بهتون نشون میدم. بریم بلادی میری. من جرزنی نمی کنم، من چشم بست هستم، نامردی می بی جرزنی می کنم. ولادیمیری، ولادیمیر، قرآن صدا شد خدوست.